در پی درگیری های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی در ولایت خست، 4 تن در خاک افغانستان زخم برداشتند. این درگیری در ولسوالی زازه میدان خست روز گذشته آغاز شد که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند و نیروهای پاکستانی خانه‌های مردم محل را هدف قرار دادند. یک آگاه نظامی بررسی انگیزه این درگیری‌ها را مهم می‌پندارد. ادامه تنش‌ها در مرز کشور افغانستان و مرز کشور پاکستان که باعث تلفات جانی و خسارات مالی گردیده است، باید علت و انگیزه این تنش‌ها همه‌جانبه بررسی گردد. علت آغاز درگیری اخیر در ولایت خست این بود که نیروهای امارت اسلامی در این ولایت در جریان ساختن یک پاسگاه هدف تیراندازی نیروهای پاکستانی قرار گرفتند. یکی از آگاهان سیاسی باورمند است که این تنش‌ها به اعتمادی میان دو طرف را گسترش داده و برای ساکنان محل تهدید شمرده می شود. بین مرزبانان دو کشور همسایه فضا را بیشتر از پیش آبزی ساخته، بی‌اعتمادی بین دو کشور همسایه را گسترش می‌دهد. در چنین فضای بی‌اعتمادی اثرات منفی را بر ساکنان دو طرف خط به جا می‌گذارد. یک نوع تهدید بالقوه بالفعل به ساکنان طرف خط محسوب می‌شود. در این هفته این دومین درگیری مرزی میان نیروهای دو طرف است که در ولایت خست رخ داده است. پیش از این در ماه ثور سال جاری ولسوالی دندپتان و زازیاریوب ولایت پکتیا نیز گواه درگیری‌های مرگبار میان نیروهای امارت اسلامی و نظامیان پاکستانی بودند.